به گفته وکلای محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران، 3 ماه از حضور در هر گونه مراسم سیاسی، فرهنگی و هنری منع شده. چند روزی است خبرهای درباره وجود چنین نامه‌ای با امضای ابراهیم رئیسی، دادستان ویژه روحانیت منتشر شده، اما یکی از مقام‌های این نهاد صدور محدودیت‌های تازه علیه آقای خاتمی را تکذیب کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری امروز بدون نام بردن از آقای خاتمی به این محدودیت‌ها اعتراض کرد. مجد خیام‌دار گزارش می‌دهد. حسن روحانی با سلامی دوباره به رئیس دولت اصلاحات برای دومین بار پا در رکاب کارزار انتخابات ریاست جمهوری گذاشت. و با تکرار حمایت محمد خاتمی از او دوباره ریاست جمهوری را برد. این بار این شمایید که باید تکرار کنید. تکرار رأی به روحانی عزیز برای تقویت امید به آینده بهتر. چند بار تجربه کنیم؟ حالا آقای روحانی از نقش تعیین کننده محمد خاتمی در انتخابات سالهای اخیر و کشاندن مردم به پای صندوقهای رأی سخن گفته. دو مرتبه تجربه کردید تو 96، اول باید حل کنید مسئله خود دانشگاه رو. و از طیف سیاسی محافظه‌کار که بر نهادهای غیر انتخابی تسلط دارند خواسته از تجربه های گذشته درس بگیرند. اگر یک کسی خیلی هم تاثیرگذار باشه، مثلا برای تشویق جامعه مردم رو تکرار کنه که بیان پای صندوق، خب اونا نباید تشویق بشن، یه عده باید تشویق بشن، یه عده باید تنبیه بشن. خب تنبیه و تشویق برای همینه که یک جناح همیشه تشویق بشه، یک جناح همیشه تنبیه بشه. باید این مسیر رو رها کنیم. آقای روحانی این را در حالی گفت که بنابر گزارش‌ها محدودیت‌های تازه‌ای علیه آقای خاتمی وضع شده. 7 چهره سیاسی اصلاح طلب هم اخیراً به زندان و ممنوعیت از فعالیت‌های سیاسی محکوم شدند. جرم آنها فعالیت تبلیغی علیه حکومت و عضویت در گروه‌های غیرقانونی اعلام شده، اما خودشان این اتهام‌ها را قبول ندارند. آنها اعضای جبهه مشارکت ایران اسلامی بودند که قوه قضاییه آن را منحل اعلام کرد و حالا اکثرشان عضو حزب اتحاد ملت ایران اسلامی هستند. این حزب 2 سال پیش با پیام ویدیویی محمد خاتمی شروع به کار کرد. آقای خاتمی دیدی قضیه رو یا ندیدی؟ آقای خاتمی در پی حمایتش از معترضان به نتیجه انتخابات بحث‌انگیز سال 88 مغضوب حکومت شد و حامیان حکومت به او هم مانند بقیه معترضان لقب فتنه‌گر دادند. اینا مهره هایی هستند برای استکبار جهانی، نه عددی نیستند. این حمله گروهی به مراسم سخنرانی او در شب عاشورای سال 88 است در حسینیه جماران تهران. از آن زمان هر از گاهی خبری از یک محدودیت تازه علیه او منتشر شده، از ممنوع تصویری تا ممنوعیت خروج از کشور. حالا هم به گفته بعضی از رسانه‌ها و نزدیکانش به آقای خاتمی گفتند که تا 3 ماه نباید در هیچ مراسم سیاسی و تبلیغی شرکت کند، حتی در مراسم هنری و محافل غیر خانوادگی. دادستان ویژه روحانیت استان تهران گفته که هیچ محدودیت جدیدی درباره او اعمال نشده و اقدامات به گفته او پیشگیرانه‌ای که تا به حال صورت گرفته بر اساس مصوبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بوده. منتقدان میگویند محدودیت‌ها غیرقانونی است و باید رفع شود. از جمله علی مطهری نایب رئیس مجلس. آقای مطهری با اشاره به حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی گفته افکار عمومی جامعه پی در پی نشان داده که مخالف ادامه حصر خانگی است، اما حکومت یک حصر دیگر ایجاد می کند و شخصیتی را بدون مستند قانونی از حقوق شهروندیش محروم می کند. به گفته او همین محدودیت ها باعث افزایش محبوبیت آقای خاتمی می شود. اخیراً یک نماینده اصلاح طلب مجلس با یادآوری حمایت رأی‌آور محمد خاتمی از حسن روحانی، از آقای روحانی خواست برای رفع محدودیت‌ها از او اقدام کند. آقای روحانی تا اینجای کار ظاهراً نخواسته یا نتوانسته اقدام کارسازی برای رفع حصرها و شبه حصرها انجام بدهد، هرچند هر از گاهی موضوع را پیش می‌کشد، گاهی با طعن و کنایه.
یه جناحی از اول ساختمان دیوارش کوتاه ساخته شده، نمیدونم چه جوری بوده. مجید خیام‌دار، BBC.